درود به شما پایان ماه میلادیه و البته یه جلسه جذاب که دوست داشتم این جلسه رو لایو بذارم اما سواله زیادتون باعث شد که احتمالا این جلسه رو ضبط بکنم و میخوام خیلی سریع بگم یکی از مهمترین عوامل رسیدن به یه نظم به یه دیسیپلین اینه که یه کاری رو انتخاب بکنی یه سری استاندارد یه سری شرط بذاری هر روز کم کم به اونا عادت بکنی بعد یه زمانی بخشی از رفتارت بشه پایان ماه میلادی نمیدونم ماه گذشته ماه خوبی داشتی بدی داشتی اصلا خودتو مانیتور کردی یا نه ما گری یکی از شغلاییه که بسیار زیاد در واقع میتونم بگم تاثیر میذاره رشد شما زمانی که بتونی خودتو مانیتور کنی ببینی رفتارت توی روزهای مختلف که خبرهای مهم هست چجوریه روی بازار طلا چجوریه رو حرکت سعودی چجوریه قبل خبرها چجوری بوده چه روالی رو طی کنی برای اینکه یه معامله رو انتخاب بکنی اینا نکات بسیار مهمیه که تحت عنوان جورنال نویسی خیلی از بچه ها میدونن در طی روز احتمالا جورنال میکنی مینویسی کدوم چهار تا نگاه کردی چه خبرایی بوده اما برای اینکه به صورت کلی یه چالش بری و یک ماه آینده یک ماه میلادی اگه بخوایم تو بازار مالی دسته بندی کنیم شنبه و یه شنبه رو بذاریم کنار میشه چهار هفته پنج روزه تقریبا 20 روز کاری حالا اگه تعطیلی داشته باشیم کمتر اما متوسط 20 روز کاری داریم برای ماه آینده یه چالشی بهت پیشنهاد میدم چالشی که شروط مختلفش میتونه متفاوت باشه یه مسابقه هم قراره که در نظر بگیرم برای دوستایی که این ویدیو رو میبینن احتمالا با برنامه های مختلف مثل اکسل که الان نمونه مشابهش رو تو اکسل داریم میبینین کمپانی‌های مختلف این کارو کردن در دسترستون هست اما اگه دوست دارید تو این مسابقه میتونی شرکت بکنی به بهترین در واقع و شکل ترین اون طراحی که در نهایت به دستم میرسه یه جایزه جذابم میدم بهش و امیدوارم که تو این مسابقه هم شرکت بکنی چون این چیزی که داریم میبینیم یه نموش... نمونه مشابهش هست البته یه رمز موفقیت دوره خصوصی هم بهت بگم دوره خصوصی جایی که بیای این کار خودت انجام ندی من مانیتورت میکنم بدون اینکه متوجه باشی حتی تعداد سوال کردنت چجوری رفتارت چه سوالایی داشتی چه بحثی چه بخشی هیجان بهت داده همه اینا در واقع مانیتور میشه و ماحصلش میشه آپدیت هایی که هفته به هفته فصل به فصل یا ماه به ماه در واقع در اختیار دوستان قرار که باعث بشه بهینه تر رفتار بکنیم چون اگه قرار باشه تو هر روز مالی ما یه رفتار متفاوت داشته باشیم احساساتمون متفاوت باشه خبرها رو ندونیم چک نکنیم خیلی نمیتونیم بعد یه مدتی بهینه بکنیم تصمیم تو معاملگری بحث مهم بحث در واقع تصمیم همونه چجوری بتونیم تصمیم های بهتر بگیریم چه توی نقطه ورود چه خروج از معاملات چه ورود به معاملات جدید چه وقتایی که سودای بیشتر بخوایم بگیریم اجازه بدیم رها بشه یا حتی تصمیم بگیریم که از معامله خارج بشیم یه نکته ای که میخوام بگم توی این فایلی که داریم میبینیم فایل در واقع اکسله و در حقیقت اگه کسی بخواد میتونیم اینو در اختیارش قرار بدیم مالا یه سایت مشابه اما میتونیم به راحتین رو درست کنین هیچ چیز سختی نداره بد نیست در کنار در واقع درست کردن این اکسل رو هم یاد بگیرین چون اکسل به نظم مامالگریتون خیلی کمک میکنه الان به عنوان مثال فاکتورایی که اینجا ذکر شده برای چالش یک ماهه در حقیقت روزایی که باید نگاه کنید چک کردن تقویم اقتصادی تایم فریم های بالاتر تحلیل رو نگاه بکنه زخامت ها رو بکشه سنتیمنت بازار یا سایکل بازار رو بشناسه تو ترید های یه دقیقه و پنج دقیقه انجام نده نگاه کنین بعد نگاه کنین حالا موارد مختلفی هست که شما میتونین ببینیم بذارین قانون دوژتونه مدیریت سرمایه سودگیری و, و و و چیزهای مختلفی که اینجا میتونین بذارین حتی جورنال کردن ترید اینا خیلی جذابه حالا خیلی ها توقعشون اینه که دفعه اولی که مثلا اینو میذارن همه رو انجام بدن اما خب این در واقع انجام دادن به عنوان مثال روز اول انجام دادن کل اینا کنار همدیگه شاید یه کار سخت باشه شاید روز اول دوتاش جا بیفته سه تاش جا بیفته اما پترنی که یک شماره اول اونی که انجام میده اینا هم خیلی راحته بچههایی که گزینه کار کردن راحت میتونن اینو تو اکسل بذارن خیلی جذاب میشه اگه طراحی کنین فاکتورهای مختلف رو میتونین بفرستین برام یه مسابقه جالب میشه که در انتها ویدیو بعدی میتونه تکمیلی باشه برای بچههایی که در واقع این کاری کردن و اثر بخشیش چجوری بوده این میشه شبیه یه بازی برای خودتون بازی در بیارین و اون روزی که نگاه کنین امکان داره یک ماه اینا کامل انجام توقع ما اینه که از فردایی که اینو می نویسیم هر روز اینا تیک بخورم اما در عمل وقتی نگاه میکنین میتونین پترن در بیارین چه روزایی یه پترنای خاصی اومده سراغتون چه روزایی ضررای بزرگ داشتین چه روزایی نمیدونم خارج از عرف حرکت کردین بسیار میتونه بهتون کمک بکنه بگم رنگ بگم بهتون رمز موفقیت بچه‌ای که میان دوره چیه اینه که تو دوره من معمولا این مانیتورین رو خودم انجام میدم بچه ها دیگه در حقیقت نعونو ندارن و اگه واقعا مصمم باشی متحد باشی یک بار این کار انجام بدی یه دوره یه دونه چالش بری بهت خیلی کمک میکنه حتما این چالش رو برو و در موردش فکر بکن در موردش بنویس و بر خودت اگرم برنامه کردی با من به اشتراک بذار این ویدیو قطعا جلسات بیشتری داره چون میدونم سواله زیادی و تو کامنت ها میپرسین ازم سوالاتتون رو بپرسین قسمت دوم رو براتون منتشر میکنم